تا حدود 10 دقیقه دیگه قرار هست که این جلسه ویژه اتفاق بیفته در ساختمان پشت سر ما، ساختمان پارلمان. کمیته ویژه ای تشکیل شده از احزاب مختلف، از نمایندگان از احزاب کارگر که حزب اپوزیسیون هست و حتی حزب حاکم، حزب محافظه‌کار هم نمایندگانشون حضور خواهند داشت که سوالات خودشون رو از دومینیک راب بپرسن. حزب کارگر انتقاد خودش رو بارها و بارها در روزهای گذشته اعلام کرده نسبت به روندی که بریتانیا، دولت بریتانیا پیش گرفت در مورد خروج از افغانستان. اینطور گفتن که این یک شکست بزرگ در سیاست خارجی بریتانیا در طی یک نسل گذشته بود. اما سوال اصلی که امروز پرسیده خواهد شد در مورد سرعت عمل دولت بریتانیا و به خصوص وزارت امور خارجه هست. در زمانی که طالبان پیشروی می‌کردند در افغانستان، به خصوص موقعی که نزدیک به کابل می‌شدند، خودت هم در خبر خوندی که دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا اون زمان در تعطیلات داشت به سر می‌برد و طول کشید تا شروع بکنن مأموریت اینکه شهروندان بریتانیایی و افغان‌هایی که با بریتانیا همکاری کردند در این چند ساله رو بتونن خارج بکنن. سوال خواهند کرد که 18 ماه فرصت داشتن برای اینکه برنامه مناسبی بچینن در این قبال و این اتفاق نیفتاده. اما سوال دیگر این خواهد بود که حمایت چه فراهم خواهد شد برای افرادی که همچنان در افغانستان باقی موندن، هم شهروندان و هم افغان‌هایی که همکاری کردن با بریتانیا، اینکه چطور می‌خوان، دقیقاً چطور می‌خوان اونها رو خارج بکنن که ما می‌دیدیم دومینیک راب تا دیروز هم اعلام کرده و اینکه و بریتانیا بارها گفته که الان می‌دونن نماینده‌های فرستادن به قطر برای اینکه با طالبان گفتگو داشته باشن که بتونن افراد رو خارج بکنن. طالبان هم تا این لحظه گفته که در این روند همکاری خواهد کرد با بریتانیا. منتها خب مسئله اساسی که سوال خواهد شد سرش این امنیت فرودگاه هست که خب آیا طالبان میتونه اصلا امنیت فرودگاه رو تضمین بکنه یا نه؟ خود طالبان سوال نیستن. حملاتی مثل همون حمله‌ای که گروه آیسیس کی هفته پیش انجام داد در واقع فرودگاه، ممکنه آیا باز هم اتفاق بیفته یا نه؟ بسیار عالی. اما در آمریکا آرش، حالا بعد از سخنرانی شب گذشته جو بایدن، واکنش ها به اون چی بوده و سخنرانی های دیگه آیا امروز قرار هست انجام بشه؟ بله، البته شب گذشته میشد به وقت ایران ساعت بودن 4 بعد از ظهر به وقت محلی و بعد از اون هم خانم جنسکی کنفرانس خبری برگزار کرد. من هم در اون کنفرانس بودم. حدوداً 45 دقیقه خبرنگارها ایشون رو زیر بارانی از سوال‌های مختلف گرفتن و ازش راجع به سرنوشت اون 100 نفر 200 نفر آمریکایی که باقی موندند پرسیدن. بارها سوال کردن که این قول‌هایی که الان شما می‌دید مردم آمریکا چگونه می‌تونن بهش اعتماد کنن وقتی همین 2 هفته پیش یا 3 هفته پیش یا 4 هفته پیش قول‌های دیگری داده بودید که الان زدید زیرش و میگید داستان تغییر کرده. یادمون هست آقای بایدن قول داده بود که کابل به زودی سقوط نخواهد کرد. حدوداً 1 ماه پیش به سرعت سقوط کرد کابل. یادمون نره که آقای بایدن بارها و بارها به خبرنگارا گفته بود که هیچ آمریکایی رو پشت سر نخواهد گذاشت. حتی در مورد تاریخ خروج که قرار بود 9 شهریور ماه باشه، آقای بایدن چندین بار تحت فشار خبرنگارها عنوان کرد که اگر آمریکایی‌ها تا اون موقع تخلیه نشده باشن، اون وقت به فکر این خواهند افتاد که این مهلت رو تمدید کنن، حالا 1 هفته یا 10 روز، تا بتونن همه رو با خودشون ببرن. ولی الان می‌بینیم که کاخ سفید تصمیم گرفته که حتی زودتر از اون موعد مقرر خارج بشه. خبرنگارا راجع به همه اینا از ایشون سوال کردن و با اینکه دولت بایدن سعی داشت حداقل خانم جن سکی که بخشی از توجه ها رو به طوفان اخیری که به اسم طوفان آیدا معروف است در ایالت های جنوبی آمریکا مثل لوئیزیانا و تگزاس، خرابی های بسیار زیادی به وجود آورده، صحبت رو سعی کردن که ببرند سمت این طوفان. تقریبا سوالای بسیار کمی پرسیده شد در مورد سرنوشت مردم آمریکا، حدودا 1 میلیون نفری که در مسیر این طوفان قرار گرفتند و میتونم بگم به جرات 90% سوال ها راجع به افغانستان بود و بعضی وقتا هم یک مقدار حالت بگو مگو پیدا میکرد بین خانم جنسکی و بعضی از خبرنگاران. غیر از اون هم اعضای کنگره آمریکا، سناتورهای جمهوری خواه و اون افرادی که در کنگره آمریکا چشم به انتخابات میان دوره‌ای سال 2022 دارند که به زودی انتخابات مقدماتی شروع خواهد شد، همه اونا دارن از دولت جو بایدن و از نحوه اجرای این خروج از افغانستان انتقاد میکنن و امیدوارن که بتونن از این نارضایتی که فعلا به نظر میاد در نظرسنجی‌های آخر در مورد مدیریت آقای جو بایدن وجود داره استفاده کنن و نماینده خودشون رو بفرستن به کنگره آمریکا.
بسیاری ممنونم از هر دو همکارم، بهاره خداوندی که از روبروی پارلمان بریتانیا در لندن با ما همراهی میکرد و آرش علایی از واشنگتن.